و هفته آتی این نقشه به مراتب قرمزتر و حتی به سمت سیاهی خواهد رفت. چه کسی نقشه ایران را قرمز و سیاه کرد؟ علت چیست؟ ولی این عاملش ورود ویروس انگلیسی از عراق بوده. مسئله دوم مسئله ترددها و تجمعهای فراوان. عامل سوم خود مراسم عید نوروز، سفرها بدون مراعات پروتکل ها. و اما پاسخ مردم. دولت اگر خودش میخواست هیچ کی نمیرفت. دولت اصلا شعبید بس میبست. آقا شعبید میبستی، همه جا رو میبستی. دولت اومد 15 روز عید ول کرد. تصمیم اشتباه به معنای بیفایده شدن همه تلاش های انجام شده تا امروز و افزایش مجدد. تصمیم اشتباه نبود. فرمان قربانی کردن مردم برای امنیت نظام توسط خامنه ای صادر شد. این موقع قرنطینه کردن مثل سدیه که شکسته، آبیه که دیگه اومده جلوش نمیشه گرفت. خودی های نظام هم در وحشت از خشم مردم تلاش کردند با تهاجم به روحانی مقصر اصلی را در ببرند. آقای روحانی، مردم از من سوال میکنند چه کسی مسئول کشته های کرونا است؟ مگر ستاد کرونا مدیر ندارد؟ یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به ترفند روحانی برای گم کردن رد خامنه‌ای نوشت: باید بگوییم که ایشان دیواری کوتاه‌تر از مردم برای به گردن انداختن تقصیرها پیدا نکردند. چه بسا آنها به طریقی مردم را مقصر جلوه دادند تا رد گم کنی کنند. بعضی حالا راه رو باز میذارن برای مردم، مسیر رو باز میذارن برای این ارتکاب این اعمالی که منجر به شیوع کرونا میشه، بعد میان میگن که مردم مقصر، مردم رعایت نکردن. مقصر اصلی که رئیس محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا است که این توصیه رو میکنه، ولی من خواهشم از مردم این بود که توصیه اونو مردم خیلی جدی نگیرن. ولی مقصر مردم نیستند، همان که فرمان ممنوعیت قرنطینه و ممنوعیت واکسن را صادر کرد باید مجازات شود. خامنه ای خیانتکار، هارون زاده، تاوان این خیانت تو باید پس بدی هارون زاده.